در این بخش خوش اومدید به دومین قسمت از برنامه های ویژه صد زن. این ویژه برنامه تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت و هر شب درباره یکی از موضوعات مربوط به زنان صحبت میکنیم. امشب به سهم زنان در سیاست ایران میپردازیم و همینطور افغانستان. در چهار دهه گذشته زنان حضور چندانی در نهادهای قدرت نداشتند و تلاشها برای تغییر شرایط در ایران ناکام مانده. در آخرین مورد مصوبه دولت ایران برای اختصاص 30% پست‌های مدیریتی به زنان با حکم دیوان عدالت اداری باطل شد. فرنوش امیرشاهی در گزارشش میگوید چرا زنان در سیاست ایران نادیده گرفته می شوند. در زمان این رژیم که فریاد می کردند که آزاد زنان و آزاد مردان، چه فعالیتی زنها داشتند؟ تهش هم اولتیماتوم دادیم که از فردا هیچ که حق نداره بدون حجاب. فرزند آوری یکی از مهمترین مجاهدت های زنان و وظایف زنانه. خانه‌داری یک شغل است، شغل بزرگ، شغل مهم. زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینن، حق ندارن فیلم شناگران مرد شنا میکنن زنها ببینن. این حرامه، حرامه، حرامه. نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی به زنان متکی بر فقه سنتی و سیاست‌های سختگیرانه که زنها را از ورود به بسیاری از حوزه‌های سیاسی و نهادهای قدرت محروم کرده. از همان اولین روزهای بعد از انقلاب، نوع برخورد با معترضان به حجاب اجباری، سیاست جمهوری اسلامی درباره زنها را مشخص کرد. سرکوب گسترده و اجرای سفت و سخت این فرمان نشان داد که مسائل زنان خط قرمز حکومت است. در بیش از چهار دهه گذشته، ایدئولوژی جمهوری اسلامی اولویت دادن به نقش زنان در خانه و در قالب همسر و مادر بوده. مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. پیگیری چنین سیاستی باعث شده که سهم آنها از قدرت ناچیز باشد. ایران در سال 2020 بین 153 کشور جهان از نظر شاخص شکاف جنسیتی 6 پله سقوط کرده و در رتبه 148 ایستاده. در حوزه مشارکت سیاسی زنان هم رتبه ایران 145 بوده. این موقعیت خیلی تناسبی با میزان جمعیت زنها و سطح تحصیلات و حضور آنها در جامعه ندارد. در این صورت چرا آنها چنین در حاشیه قدرتند؟ مسئله زنان برای جمهوری اسلامی به یک پاشنه آشیل تبدیل شده و براش به یک بحث حیثیتی تبدیل شده، به خاطر اینکه از اولین روزهای بعد از انقلاب یک عنوانی رو به عنوان زن مسلمان ایرانی در نظر گرفته که این عنوان باعث میشه که هر زنی که برخلاف اون در واقع نرمی که جمهوری اسلامی در نظر گرفته باشه مورد سرکوب قرار بگیره. در تمام سالهای گذشته ابهام و بلا تکلیفی در تعریف واژه رجل سیاسی امکان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری رو از زنها گرفته. شانس وزارت هم تا به حال فقط یک بار برای زنها فراهم شده. اما در مجلس تعداد نمایندگان زن به نسبت کل جمعیت 290 نفره نمایندگان پارلمان سهم ناچیزیه. در این دوره فقط 16 نماینده زن در مجلس فعالیت میکنن. در مدیریت نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان، قوه قضاییه و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تا به حال پای هیچ زنی باز نشده. نتیجه چنین چینشی در سیاست ایران انحصاری شدن سیاست در دستان مردم بوده. علاوه بر این، به تازگی مصوبه دولت برای اختصاص سهمیه 30% به زنان در پست‌های مدیریتی با حکم دیوان عدالت اداری باطل شد. این اولین باری نیست که تلاش‌ها برای تغییر شرایط زنان در سیاست به بن‌بست خورده. مثلا سال 94 فعالیت کمپین تغییر چهره مردانه مجلس سرکوب شد و اعضایش احضار و بازداشت شدند. موضوعات زنان به مسائل سیاسی امنیتی تبدیل شده و هر موضوع کوچیکی هم که مربوط به زنانه، مثلا ورود دخترها به استادیوم‌ها برای تماشای مسابقات، اصلا به شدت باهاش مخالفت میشه. دو چرخ سواری بانوان که موضوع خیلی حق طبیعی بدیهی و خیلی عادیه باهاش مخالفت میشه. با این حال سیاست‌های محدود کننده جواب نداده. با اینکه زنان چندان در سیاست به بازی گرفته نمی‌شوند، اما در سال‌های گذشته کمتر جنبش و تجمعی بوده که حضور آنها به چشم نیاید. از فردا اعتصاب به فرمانداری منتقل میشه.
به جز این، گروه‌های متعددی در داخل و خارج ایران در حال فعالیت برای تشویق زنان به حضور در فعالیت‌های سیاسی هستند. تدوین قانون اساسی بر اساس برابری جنسیتی نوشته بشه. برنامه آموزشی ملی باید برای همه حقوق برابر رو در نظر بگیره و نهادهایی تشکیل بشه که آموزش بدن به خانواده‌ها برای اینکه برابری جنسیتی رو از همون ابتدا رعایت بکنن، یا توانمندسازی زنان، بالا بردن اعتماد به نفس اونها برای مشارکت سیاسی و همینطور آموزش مردان که میتونه به این کمک بکنه که همراهی کنن. در یک دهه گذشته هرچقدر تلاش برای خانه نشین کردن زنها بیشتر شده، حضور آنها پررنگ‌تر و مطالباتشان عمومی‌تر بوده. حالا به سادگی نمی‌شود صدای آنها را نشنیده گرفت. فرنوش همشاهی، بی بی سی. نسیم سرابندی فعال حقوق زنان از نیویورک با ما هستند و همینطور ناهید فرید نماینده ولایت هرات در مجلس و فعال حقوق زنان از هرات با ما. اول از خانم فرید میپرسم. خانم فرید، تلاش زیادی صورت گرفته در 20 سال اخیر در افغانستان که حضور زنان در سیاست بیشتر بشه. حضور کمی زنان چقدر به حضور کیفی منجر شده؟ به نام خدا، عرض سلام خدمت شما و همه مخاطبین برنامه شما. بسیار سوال خوبی را مطرح کردین. خب قاعدتاً بعد از 11 سپتامبر همه جهان به زنان در افغانستان به عنوان زنان قربانی نگاه میکرد، زنانی که سالها قربانی ظلم و ستم و تبعیض رژیم طالبان و ساختار و سیستم شده بودند. تغییر این روایت سخت هست که زنان را تبدیل بکنن به زنانی که رهبری در سیاست را به عهده میگیرن و قسمتی از تصمیم های سیاسی بزرگ در افغانستان میشن. اما من فکر میکنم ما قدم های ارزنده ای را برداشتیم. یکی از اون قدم ها قانون اساسی افغانستان هست که تضمین میکنه حضور زنان در پارلمان افغانستان که حدود 30% هست، حضور زنان در کابینه افغانستان، نه تنها در فقط در پست های مثل وزارت امور زنان، بلکه ما زنان در وزارت معادن، در وزارت معارف، زنان در وزارت تحصیلات عالی، در وزارت هایی که کلیشه‌ای حضور زنان کلیشه‌ای نبوده و یک حضور متفاوت و تابو شکنی بوده داشتیم، دستاوردهایی را داشتیم که نمیتوانیم این کار بکنیم. اما کافی نیست قاعدتاً چیزی که شما گفتین، حضور کیفی و معنادار و بر اساس توانایی های زنان نیاز به یک مبارزه طولانی داره. هزاران زن قبل از ما این رو شروع کردن سالها پیش و هزاران زن بعد از ما هم رو ادامه میدن. مهم این هست که در همین برهه تاریخی هر کدام ما بتوانیم به صورت مؤثر این قدم رو به صورت تأثیرگذار برای زنان افغانستان برداریم تا تغییری رو به وجود بیاریم. خانم سرابندی، در گزارش فرنوش اشاره شد موانعی که در حاکمیت وجود داره، در ساختار سیاسی وجود داره برای حضور زنان در ایران، ولی علارغم اونها زنان حضوری فعال دارن. چطور شده که نتونستند محدود بکنند حضور زنان رو؟ خانم سرابندی صدای منو میشنوین؟ امیدوارم که مشکل ارتباط ما با خانم سرابندی حل بشه. سوال بعدی رو از خانم فرید میپرسم. شما اشاره کردید که گام‌های زیادی برداشته شده، قانون هم از حضور زنان در رده‌های مختلف تصمیم گیری حمایت میکنه، شخص شما در پارلمان حضور فعالی دارید، ولی گفتید که هنوز در مراکز تصمیم گیری اونطور که باید و شاید زنان حضور ندارند. چالش در کجا بوده؟ مشکل در کجا بوده؟ ببینین، وقتی که ما مبارزه میکنیم، تلاش ما این هست که یک هویت مستقل را برای زنان تعریف بکنیم. این هویت که برای اونها جایگاه مساوی برای زن به اندازه جایگاهی که مرد در جامعه داره بره از او بره. و در این مسیر قانون میسازیم، پالیسی میسازیم، مبارزه میکنیم، نهضت به راه میندازیم. اما چی
که هنوز نتوانستیم به آنجا برسیم. دلیلش به باور من این هست که در این مسیر یکی از عمده‌ترین چالش‌ها این بوده که ما هنوز مسئولیت اجتماعی رو برای زن فراهم نکردیم. برای زن گفتیم حق تحصیل داری، حق کار داری، اما در محیط کار برای اون خانم به اندازه کافی مسئول نیست. گفتیم حق تحصیل داری، در مسیر راه تا به مکتب میره، تا به درس میرسه مورد آزار و اذیت خیابانی قرار میگیره. قوانین تطبیق نمیشه به درستی که بتوانه مسئولیت این زن را تا به حق اساسی خود که حق تحصیل و کار هست و به اون هویت مستقل میده که فردا در جامعه بتوانه تصمیم گیرنده درست باشه برسه. و دلیل همین هست در این مسیر چالش هاست، ناامنی هست، اولویت های دیگری هست که حکومت داره، بحث صلح و طالبان هستند و اولویت های مثل بحث حقوق انسانی و کرامت انسانی زنان متاسفانه نادیده گرفته شده در بسا موارد. و دلیل اصلیش هم همین هست که من خدمت شما عرض کردم. امیدوارم که خانم سرابندی صدای من رو بشنوند. نسیم سرابندی دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت و عضو کمپین 1 میلیون امضا هم هستند. در گزارش فرنوش اشاره شد به موانعی که بر سر راه زنان وجود داره که بیشتر هم ساختاری است، گویا اینکه دولت مردان در ایران خیلی از حضور زنان استقبال نمی کنند. ولی ضمن اون زنها در تا حد زیادی از منافذ استفاده کردند و در فضای سیاسی صدای خودشون رو بلند کردند. چطور چنین کاری صورت گرفته؟ ببینید، من فکر میکنم که اول اینکه سلام عرض میکنم خدمت بینندگان این برنامه. فکر میکنم که بالاخره زنان در ایران، حالا چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، پیشینه حضور سیاسی داشتن و مخصوصا در احزاب، در گروه های مبارزاتی و انقلابی، و بعد از انقلاب هم ما دیدیم که اگر فرصت فراهم بشه در سالهای اصلاحات حضور زنان میتونه خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که در حال حاضر میبینیم. یعنی این منافذ وجود داره، با وجود همه سختی ها، با وجود ساختار به شدت سنتی و محافظه‌کارانه سیاست در ایران، با وجود استفاده از کلمه رجل سیاسی در واقع قانون اساسی که خیلی کنترل میکنه، یعنی این رجل میتونه به نوعی برداشت بشه به عنوان مردان سیاست نه زنان سیاست، ولی باز هم زنها تونستن. من فکر میکنم یکی از کارهایی که زنان توی ایران تونستن بکنه اینه که در جوامع کوچیک خودشون، در شهرهای خودشون، محله های خودشون تونستن اون سازماندهی رو بکنن و جنبشی که راه انداختن تونستن به سمت مثلا شهرداری، رئیس شهرداری ها در شهرهای خودشون برسن که خیلی گام بزرگیه. خانم سرابندی، اشاره کردید که خب حضور زنان در سیاست ایران سابقه داشته، ساختارهای فعلی ساختارهایی است که برای اونها بسیار محدود کننده بوده، ولی وقتی که ما میبینیم شمار زنان تحصیل کرده روز به روز داره بیشتر میشه، کسانی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن به نسبت مردان تعدادشون بیشتره، رشته های جدیدی رو هم میبینیم که الان زنان وارد شدن، این ساختار قابلیت ادامه کنترل زنان و مهار اونها رو برای اینکه جلوگیری بکنه از وارد شدن اونها در سیاست داره، یا ممکنه که این ساختار به هم بریزه؟ من فکر میکنم ساختار بسیار سختیه، فکر نمیکنم به همین راحتی ها بخواد به هم بریزه. ببینید، مسئله اینه که شما میگین زنها فارغ التحصیل میشن، اما نگاه کنید چقدر از این زنان فارغ التحصیل وارد بازار کار میشن. نرخ بیکاری زنان 2 برابر مردان تو ایران و نرخ بسیار بالایی هم هست. من فکر میکنم این برابری اقتصادی به برابری سیاست خیلی کمک میکنه، برابری توی سیاست. و همین مسئله این که شما اگه بخواید یه ساختاری رو عوض کنید، جنبه‌های مختلف داره، جنبه‌های فرهنگ داره، سیاست داره، جنبه‌های اقتصادی داره و مجموعه اینها با هم کار میکنن. و فکر میکنم زنان ایران واقعا کار سختی در پیش رو دارن، مخصوصا با وجود ساختار به شدت محافظه‌کارانه و سنتی شالوده سختش. بله. خانم فرید، در 20 سال اخیر تلاش‌های حمایتی زیادی شده برای اینکه زنان وارد عرصه بشن، اشاره کردیم، ولی الان با یک چالش مواجه هستیم. گفتگوهای صلح در پیش، طرف دیگر میز حتی یک عضو مذاکره کننده زن نداره که هیچ، بلکه یک کارنامه پر انتقاد در زمینه حضور زنان داره. این شما رو نگران نمی‌کنه؟
خب قاعدتا بحث پروسه صلح اگر بگیم چند تفاوت نظر بین دو طرف وجود داره، عمده ترین او که تفاوت ساختاری هم نیست، یک تفاوت ماهوی هست، ماهیت آینده سیاسی افغانستان رو تعریف میکنه، بحث زنان هست و این قضیه اتفاقا بسیار نگران کننده هست. تلاش هایی از آدرس کمیسیون زنان پلیسی جرگی یا مجلس نمایندگان و بقیه نهادهای زیربط و پارلمان افغانستان صورت گرفته تا ما بتوانیم به جهان یک پیام برسانیم. و پیام این هست که اگر امروز دختران ما اول نمره کانکور میشن، اگر امروز دختران ما یونیفرم پوش میشن، خلبان میشن، با توانایی های خود شدن و این کسی برای اونها خیرات نداره که امروز بخوایم از اونها پس بگیره. متوجه این یک مبارزه طولانی ره و یک قربانی طولانی ره در بر گرفته و به همین دلیل هم قرار نیست که کسی از این قضیه عقب بشینه. انکار نیمی از جمعیت افغانستان ممکن نیست، شاید روی یک ورق، شاید روی یک موافقت نامه امکان داشته باشه، ولی در حقیقت امر نمیشه چشم پوشی کرد از دستاوردهای غیر قابل انکار و غیر قابل برگشت زنان در طول دوره گذشته. خانم سربندی، خیلی وقتمون کمه، در حد یک دقیقه بیشتر نیست. بعضی از کسانی که فعال حقوق زن هستن میگن در شرایط فعلی امکان این که زنان به حقوق خودشون برسن وجود نداره، بعضی میگن نه این ساختار هنوز قابل اصلاح هست. شما چی فکر میکنید در ایران؟ من فکر میکنم ما نیاز به یه ترمیم و اصلاح اساسی داریم و من هم با بعضی از فعالان حقوق زنان همراه هم که این اصلاح سیاسی عمیق اگه اتفاق نیفته، رفع تبعیض در مورد زنان خیلی سخت خواهد بود. ببینید ایران عضو کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نشده و نمیشه. اینکه در واقع این برای اینکه اگر بشه باید یک چیزهایی رو رعایت کنه، یعنی باید یک آگزارشایی بده، یک شرایطی به وجود بیاره که زنان در حوزه برابرتری قرار بگیرن. یکیش هم همین صندلی‌های پارلمان سیاست. واسه همین خیلی سخت خواهد بود این قضیه. سپاسگزارم از نسیم سرابندی، فعال حقوق زنان، و ناهید فرید، نماینده مجلس، و با پوزش به دلیل اینکه وقتمون تموم شد. و اما از تعداد کودکان در خودمانده یا اوتیستیک در تاجیکستان آمار دقیقی در دست نیست. در این کشور حتی هنوز اوتیسم رو بیماری نمیدونن. در چنین شرایطی زنی دست به کار شده تا صدای دل مادرانی را که مثل او فرزند اوتیستیک دارن به گوش مسئولان دولتی و سازمان‌های بین‌المللی برساند. اما او تا چه اندازه توانسته چالش‌های پیش رو را از میان بردارد و موفق شود؟ سهراب ضیا گزارش می‌دهد. یکی از صدها هزار خانواده در تاجیکستان از اکثری کلی خانواده های دیگر تفاوت ندارد، مگر اینکه داشتنی پسر چون کمال. ویژگی اصلی کمال از برادران و خواهرش این است که به توجه و مراقبت بیشتر نیاز دارد. بیماری او را در خودماندگی یا اوتیسم می گویند. 10 سال پیش در تاجیکستان کم کسانی درباره اوتیسم اطلاع داشتند. بزرگترین چالش برای خانواده هایی که فرزندی در خودمانده داشتند نبودی مرکزهای ویژه و برنامه های آموزشی و بازپروری برای آنها بود. آن وقت حتی پزشکان نمی دانستند با این گونه کودکان چی کار کنند. در چنین شرایطی و البته پس از آموزشی رویش های بین المللی مراقبت از کودکان اوتیست، لالا نصرالدین‌آوا سازمانی را بنیاد گذاشت. لالا به خاطر مشکلات خانواده خود حرکتی را در میان زنان راه انداخت که مثل او فرزندی اوتیست یا در خود مانده دارند. با گذشت 10 سال از تأسیس سازمان اراده او، امروز در سراسر تاجیکستان ده ها زن گروه ها و سازمان های را تأسیس دادند که هدف آنها رسیدگی به مشکلات چنین خانواده ها و آموزش و بازپروری فرزندان معلول آنهاست. اکنون به ابتکار این زن و والدین دیگر بیش از 40 مرکز و سازمان اجتماعی در تاجیکستان تأسیس یافته که و کودکان دارای معلولیت های مثل فلج مغزی، سندروم داون و اختلال روانی کمک میکنند.
نمیتونم بگم که سازمان‌های خاص دیگه‌ای هم در زمینه اوتیسم فعالیت می‌کنن، اما سازمان‌هایی هستن که با کودکان ناتوان از جمله در خودمانده کار می‌کنن. تعداد چنین کودکانی خیلی زیاده. بر اساس آمار بین‌المللی از هر 56 کودک تازه متولد شده در جهان یکی از آنها مشکل در خودماندگی دارد. روی این حساب در تاجیکستان بیش از 30,000 کودک، نوجوان و بزرگسال دارای اوتیسم هستند. اخیراً سازمان ایراده به اقدامی تازه دست زد. آپارتمانی را در شهر دوشنبه خریداری و آن را ترمیم کرد. اکنون در اینجا با کودکان و نوجوانانی دارای معلولیت زندگی مستقلانه کردن را یاد می دهند. نیمه از قیمت این آپارتمان از روی فروش شیرینی و کالاهای به دست آمده که این کودکان و مادران آنها تهیه کردند. ما به والدین و مادرانی مانند لاله افتخار می‌کنیم که این کارهای بزرگ و نه تنها برای بچه‌ها و خانواده‌شون بلکه برای عموم و جامعه انجام میدن. آگاهی مردم رو بالا میبرن و به اونهایی که از افراد پیرامونشون انتظار کمک دارن اطمینان میبخشن. خودی لاله پسرش کمال را محرکی اصلی پیشرفت و الهام بخشی تمام فعالیت های اجتماعی 10 سال اخیرش می داند. بدون شک چالش های بزرگی دیگر در راه است، اما این زن تلاش دارد امیدی مادرانی را که مثل او فرزندی در خود مانده دارند با آینده بهتر قوی تر سازد. سهراب ضیا، BBC دوشنبه. برنامه امشب رو با اجرایی از نازلی سلطانزاده به پایان میبریم که در رشته موسیقی و پژوهش هنر تحصیل کرده و در حال حاضر در ایران به تدریس آواز مشغول است. نمیشه ممنونم از همه.